از این به بعد وقتی وبینار این سمینار رو یادت بیار. سلام مجدد خدمت دوستان و علاقمندان به حوزه کریپتوکارنسی. خب خدا رو شکر توی این جلسه و علارخت چند جلسه قبلی من تا اینجا به هیچ مشکل عجیب و غریبی نخوردم امیدوارم همینجوری هم ادامه پیدا کنه. خب خواهش میکنم که روی بیت آدرس همه دوستان کلیک کنن یه دونه کیف پول بیت کوینی کاغذی بر خودشون ایجاد کنن خیلی ساده و راحت یه چند دقیقه من روی مسئله میخوام متمرکز باشیم دوستان دقت بکنن یه کیف پول بیت کوینی کاغذی بر خودشون درست بکنن سپاس گذارم. یه چند دقیقه به این موضوع بپردازیم تا وارد مبحث کلاس خب آیا از بین دوستان کسی هستش که مشکلی داشته باشه در خصوص ایجاد یک کیف پول کاغذی همه این تمرین رو انجام دادن الان خب من اینو یه بار دیگه بحث ساخته کیف پول رو برای دوستان توضیح میدم اما قبل از اینکه بخوام کیف پول رو توضیح بدم ممنون از فیدبک هایی که برای من ارسال میکنی یکی از دوستان امروز زحمت کشیده بود برای من مطالب خیلی خوبی رو فرستاده در خصوص اینکه چیکار کنیم یه مقدار کلاس از هر بخشی بیشتری داشته باشه و اینکه و بتونه برای همه مفید باشه ببینید ما بحثمون در ابتدا صفر تا صد رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال بود و معرفی دوره‌ای که انجام دادیم گفتیم آخرش می‌خوایم به این مهارت‌ها برسیم که حالا جلسه بعدی که جلسه روز چهارشنبه و جلسه هشتم و جلسه آخر خواهد بود یه بار اینو مرور می‌کنیم اما سرفصلی که با هم مرور کردیم به چه صورتیه ببینید ما تو فصل اول اومدیم گفتیم مثلا بلاکچین چیه چه کاربردهای غیر از مالی داره تو مالی چه کاربورت هایی داره چه تحولاتی ایجاد کرده و پیرامون این اقتصاد یه با هم صحبت کردیم بعد از اون اومدیم یه سری مفاهیم، تو فصل دوم مفاهیم مرتبط با رمز ارزها اصطلاحات کاربردی کلمات کلیدی و اه... کلمات کلیدی و خدمتتون اه... خدمتون ارز شود که اه... یه سری مفاهیم رو توی اه... کریپتوکارنسی با هم دیدیم آی چیه آی پی او چیه یه سری کلیات اونجا گفتیم و اشاره کردیم در فصل‌های آتی استیبل کوین چیه که بهشون خواهیم پرداخت بعد از اون وارد ثروتمندان ارزهای دیجیتال شدیم دیدیم پولدارا رو چجوری میتونیم پیدا کنیم چجوری میتونیم ردیابی تراکنش انجام بدیم و بعدها اگر قرار شد که بیت خرج کنیم احتیاجی که تبدیلش کنیم به پول فیاد میتونیم خیلی راحت از وبسایت‌های معتبر خریدمون رو انجام بدیم و دیدیم تو حوزه لوکس کالاهای لوکس چقدر مورد استفاده قرار میگیره و حتی هزینه دانشگاه پرداخت آبونمان وبسایت های مختلف کانال های مختلف نمیدونم آپدیت های مختلف هم میتونید با بیت کوین انجام بدید و میتونید حتی بوگاتی و لامبورگینی هم بخرید بعد از اون اومدیم در خصوص خرید و فروش رمز ارزها صحبت کردیم تو نوبیتکس به عنوان تستی یه دونه اکانت ایجاد کردیم روش خرید رو بهتون یاد دادم و اینکه نکات مربوط به خرید و حالا جسته گریخته این وسط ما کلی بحث داشتیم روی اینکه چجوری میتونیم به بهترین قیمت بخریم و الاخر بعد از اون اومدم رو, رو روش تا اینجا پس یاد گرفتیم که چجوری میتونیم بخریم روش های درامدی به کریپتوکارنسی رو به غیر از موضوع خرید و فروش اومدیم با هم دیدیم فهمیدیم که میتونیم, بر اساس توانمندی که داریم یه کارهایی انجام بدیم که به واسطه اون درآمد بر اساس بیت کوین اتر یا توکن مربوط به اون پلتفرم مربوطه رو داشته باشیم یعنی مثال از خودم براتون زدم کیف پول دیجیتال رو با هم مطرح کردیم دیدیم جلسه قبلی که یه کیف پول میتونیم با هم بسازیم چقدر ساده اما کیف پول با هم مرور کردیم گفتیم اهمیت امنیتشون به چه صورتیه اسم وبسایت های مرتبط رو گفتیم و دو تاش یکی بحث مای و کیف پول کاغذی با هم صحبت کردیم توی این جلسه میخوایم در خصوص آیسیو با هم ادامه مطلب رو بریم جلو و انشاالله رو روی استیبل کن و ووچر هم یه مروری داشته باشیم و در نهایت در جلسه آخر روشهای کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با هم میبینیم که در دام این کلاهبرداران نیفتیم پس یه زنجیرهای شد اول ما با مفهوم بلاک چین آشنا شدیم بعد یه سری ادبیات موضوعی یاد گرفتیم اومدیم دیدیم که اصلا احتیاجی نیست که من حتما بیام بیت کوینمو تبدیل به ریال یا دلار کنم و اگر خواستم این کار انجام بدم به غیر از صرافی خود پرداز هایی وجود داره که در سراسر سر دنیا هستش بعد اومدیم در مورد خریدش از یه صرافی خارجی و خریدش از یه صرافی داخلی با هم صحبت کردیم روش های متداول در ایران رو گفتیم و در ادامه هم کسب درآمد با ارزهای دیجیتال که شما میتونید برای محل درآمدی داشته باشین. بحث ساخت یکیف کیف پول برای ذخیره سازی اینها و نکات مربوط به آی او و استیبل کوین رو این در این جلسه و در جلسه آخر هم بحث روش هایی که میخوان از ما کلاهبرداری کنند کنن که ما بتونیم در مقابل اونها خودمون رو بیمه بکنیم براتون تشریح میکنم که این هیچوقت هیچ وقت در دام اینها نیفتیم در خصوص کیف پول دیجیتال هم و کاغذی من یه نکته ای رو برای شما نمایش بدم اینجا خیلی هم جلو نریم من اسکرینمو نمو شیر کنم تصویر منم شما دارید گوشه سمت راست ببینید من از سایت bitaddress.org وارد این همچین صفحه شدم گفتم این موسر هی میچرخونی و خاطر اینکه میخواد اجل... این اون کپچا هست دیگه داستانش میچرخونیم تا این عدده ببینید من وایسم عدد هفتاد مون تکونش میدم رشد میکنه تا اینکه 100 درصد بشه با یه دونه کیپ پول برای من ایجاد بکنه چند لحظه صبر میکنم بر اساس سرعت اینترنت هم به من یه دونه آدرس میده که میتونم از اون آدرس استفاده کنم خب ما یه خود صبر میکنیم تا این صفحه کامل باز شه توی این صفحه امکان اینو دارم که کیف پولم رو آنلاین یا آفلاین درست بکنم اگر خواستم اصلا هیچ اتصالی به اینترنت نداشته باشم میام این پایین گیت هاب ریپوزیتوری رو فایل زیپشو رو دانلود میکنم روی کامپیوترم نصب میکنم اینترنت رو قطع میکنم میسازم که کی آدرس کیف پولم رو در غیر این صورت ببینید اینجا اومده گفته این آدرس کیف پول این قسمت آدرس شیرش هست یعنی آدرس پابلیکه این قسمت آدرس پرایویتشه و در اینجا پیپر والتو وقتی که روش هاید آرت رو بزنم اه، بخوام اه، یه جنریت بزنم ببینید اون عکس های بیت کوین از روش برمی داره که شاید خیلی بهتر باشه چون وقتی من دارم پرینت میکنم سیاه سفید و بعدا میخوام ازش کپی تهیه کنم اون رنگا باعث میشه که یه مقدار این حروف ناخانه بشه میتونم اینجا بگم که مثلا من دو تا کیف پول میخوام جنریت کنه برام دو تا آدرس ساخت این دوتا رو میتونم پرینت کنم و زمانی که میخوام انتقال بدم آدرس چی رو میدم این بیت کوین آدرس رو میدم میخوام ادنوبی تکس هم مثلا بریزم به این حسابم توی این کاغذه میمونه دیگه توی این آدرسه میمونه و وقتی بخوام از این آدرسه به یه صرافی بزنم مثلا نوبیتکس بعدا بخوام چنجش کنم میام یا برم تو اون اکسچنج بهترین صرافی رو برای نرخ تبدیل پیدا بکنم میام این پرایوت کی رو این آدرسیه که من میتونم بعدا بازیابی کنم از طریق همین بیت کوین آدرسه دوباره سند میکنم به اون صرافی اون صرافی آدرس خودش رو میگه و من از این طریق میتونم به راحتی از رو پلتفرم اون سند بکنم تو آدرس کیف پول اون و در نهایت هم به سادگی بتونم خرجش بکنم بال هم میتونم بسازم مثلا شما فرض کن یه صرافی داریم یا اصلا یه شرکتی داریم میخوایم برای هر کسی یه دونه حساب داشته باشیم مثل این کارت های مجازی بانک ها هستش که شما به این یه کارت دبیت داریم که میری میزنید به ایتیم میگیرید هر کسی یه دونه داره یه کارت واقعی هست فیزیکیه اما میتونی پشت حسابتون بی نهایت کارت مجازی داشته باشین کارورد کارت مجازی برای کجا سازمان های بزرگ مثلا یه چریتی یه ای هست میخواد بگه مثلا من یه شماره کارت میدم برای سیل زدگان فلان استان یه دونه میدم برای زلزله زدگان فلان استان یه مورد میدم برای به فرض میگم این کمک های مردمی هستش که در اعیاد و مناسبت های خاص انجام میشه بعضا از نظر شرعی به یک سری آدم ها این کمک ها میرسه به یک سری نمیرسه یا اینکه مثلا شما برای یک کار خاصی دارین اه، 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 یه هزینه ای رو میخواییم بکنین اون سازمان موظف این حساب ها از هم جدا باشه که جداگانه هزینه کنه لذا احتیاجی حساب های جدا بزنه همین داستان صدق میکنه توی چی؟ تو همین حوزه کریپتوکارنسی یه موضوعی خیلی حالا بحث خیلی طولانی هست که من نمیخوام اینجا بهش بپردازم بحث حضور این سازمان های خیریه و سازمان های آمول در حوزه بلاک چین هست و این ساخته آدرس بالک بهشون میتونه کمک کنه بگیم این آدرس کیف پول مثلا برای چیه کسایی که میخوان به این حوزه کمک کنن و الی آخر این کاربردها هم توش داره به این ولت هم میتونید به صورت اینکه یه دونه جمله عبارت برای خودتون اینجا بنویسین عبارت رو دوباره تکرارش بکنید بعد میتونید بر اساس اون عبارتتون چیکار کنید یه دونه کیپ پول بسازین چون کیو آرش همون بر اساس اون عبارت ویژه شماست مثلا میتونید یه خاطره کوچکی از دوران مدرسه‌تون باشه دانشگاهتون باشه یه چیز خیلی خصوصی خودتون که اینجا می‌نویسین به انگلیسی و بر اساس اون میتونه یه دونه کیو آر که میشه آدرس شما کاغذ مشکلش چی بود این بود که میتونست از بین بره پاره بشه رنگش بره و الاخر راهکاراش چی بود اینه که من مثلا پرسش کنم لمینیتش کنم که بتونم برای بله مدت طولانی تری ازش نگهداری بکنم خیلی مهمه چون پرایویتی و پابلیکی روی یه بستر وجود داره یعنی رو همون کاغذ نوشته میشه و تو اینترنت هیچ جا ذخیره نمیشه اگر اینو گم کنید دیگه تمومه پرایویت به من کمک میکرد که بتونم کیف پولیه که اگر از دست رفته بتونم بازیابیش کنم چون این دوتا توی یه صفحه اگر این اتفاق براتون بیفته دیگه غیر قابل بازگشت هست حالا یه سوال دارم ببینید اولا که این مباحث کلاس شما همیشه باید تمرین بکنید و اون گروه تلگرام که ایجاد شده بود بابت این بود که سوالاتتون از من بپرسین و خب به ما فقط گارانتیمون توی دوره کلاس نیست بلکه دوست داریم با شما طولانی مدت فکر کنیم و برنامه ریزی بکنیم که خب انشالله این موضوع محقق بشه حالا به غیر از اینکه شما تمرین میکنید بعضی موارد هم با هم اینجا چک میکنیم که اثر بخشی آموزشی رشد بکنه یه سوالی دارم یعنی دو تا سوال میخوام بپرسم یکی اینکه توی این